فرزندان گربه های محل نیز از دست تجاوز برخی از نامردان ایرانی در امان نیستند، چه برسه به بچه آدم. از این رو محل شیردهی ماده گرگ پرچم تیم آیستروم که هیچ، شیر آب پارک ها برای جلوگیری از مکیده شدن، ممنوعیت تولید آجرهای سوراخدار برای جلوگیری از تجاوز به ساختمان و تخریب و سانسور هر گونه برجستگی مخصوصا سرعتگیرهای خیابان در دستور کار قرار گرفت. همچنین دولت نیز کافور را به سبد قضایی خانوار افزود. نیروی التزامی کشور گفت فرزندان خود را از بد به تولد تا سن مطمئنه با سیم خاردار از دست ساقیان، جانیان و قاریان محافظت نمایید. چند ساله تو اموجان؟ ببخشید کودکی 10 ساله بودم چست و چابک. بیا بریم بیا. من الان 40 سالمه. 40 سالت هم خوبه آقا دیگه. در پی بسته شدن تمام راه‌های ارتباطی و فیلتر شدن فیلترشکنان، نامآورانی چون وزیر قطع ارتباطات و بندآوری اطلاعات با نمیدونم کدوم فیلترشکن توییت کرد: کبوتر بچه کرده، کاش بودی و میدیدی. اما مردان پارسی باز هم به سرعیاشون اینا اینگونه پیام دادند: گومبانیوز ما گومبا گومبا. دفتر کاکل به سر واخ آخ، عشقی که رو از من به بر واخ آخ. شما که ارتباط داری؟ بلش کن. باشو باشو آقا، باشو بریم باشو. من بومبا خانم، اینا بیسفونم فیلتر میکنن. باز هم نگاه مدبرانه سانسور و سیما حماسه آفرین شد. در پی دعوت عادل فردوسی پور از فرفری موی غزل ساز اسپانیا کارلوس پویول که موهاتو افشون کن و بیا باز دلو پریشون کن و برو، مدیر مربوطه به محض دیدن و تحریک شدن پویول گفت نمون اینجا برو نمون اینجا. پویول نیز با سینه ای پر از اندوه گفت موهام زده بهم میاد، مگه دعوت نکردی من از کشورم بیام؟ دارم میرم آده دیگه نمیام. مجددن این چراغا رو خاموش. در پی سانسور محل شیردهی ماده گرگ پرچم تیم آسروم برای جلوگیری از تحریک و رفاه ایرانیان، زینپس به جای کلمه پستانداران از شیرداران یا جاشیری استفاده شده و واردات پستونک تا اطلاع ثانوی ممنون اعلام شد. و همچنین خودروسازان داخلی موظف شدند ماشین‌هایی بدون پستون ببخشید پیستون تولید کنند. ما نیز در حمایت از این اقدام و عدم تحریک من و فیلم بردار دچار خودسانسوری گشتیم. سازمان میراث فرهنگی نیز در حمایت از این اقدام به خاطر شباهت اسمی بیستون با پستون برای جلوگیری از تحریک بازدید کنندگان نام آن را از بیستون به باستان تغییر داد. آقا اینم که شبیه باسنه که ما تحریک شدیم. منم تحریک شدم. خیزید و خزارید که هنگام پارازیت. باز هم پارازیت ها نتایج مثبت به بار آوردند. یکی از محسنات پارازیت های مشعشع شده برای قطع شبکه های منافق و معاند با ما در این بازار تحریکات کاهش میل جنسی و عدم تحریک آقایان بوده. در پی اقدام به انداختن پارازیت های پی در پی، آقایان دیگر حتی با تماشای پرچم آیستروم، حضور بانوان در ورزشگاه ها و حتی دیدن صحنه های تایتانیکی هم تحریک نمی شود. اما کماکان ناظمانی از سرزمین پارس با اینقدر موی دختر دبستانی آنچنان تحریک شده که آن را قیچی می کنند. واقعا چه آدم هایی پیدا می شند. مو تحریک شدم. مامو کردم تو. آقای شفی دیگه شدم. آقای شفی ببخشید تحریک شد. در پی سانسور صحنه های تایتانیکی تحریک برانگیز سریال پایتخت،
اذهان عمومی دچار عدم تحریک شدند. این صحنه آنچنان تحریک برانگیز بود که طبق گزارشات موثق برادران سانسورچی نیز تحریک گشته و دچار ازدواج شدند. بدین مناسبت جامعه متحرکین اعتراض خود را بدین شکل نشان دادند. به جمع معترضین علیه سانسور و تحریک در جامعه آمدیم تا سخنانش رو بشنویم. آقا واقعا ما چند وقت باید تحریم باشیم که تحریک نشیم؟ مسابقات خارجی کم بود که پایتخت که مجوز دادن اینه که آمدن خود تا سانسور کردن. این نظر شما چرا جمعیت اینا داره رو به پیری میره؟ چون همین بازی های جام جهانی رو میان سانسور میکنن. ما تمام چشم امید ما به او قارکشی جام جهانی بود چیز شد. او خانم در حد انتظار ظاهر نشد، لباس یه جوری به ما اصلا تحریک نشده. متحرک باشید. به عقب باز می‌گردیم. پس از خودکفایی در تولید لباس زیر بانوان، این بار فروش مانتوهای جلو باز نیز ممنوع شد. در این راستا پیش فروش دکمه‌های مانتو مانند زه بغل پراگ به صورت آپشن آغاز شد. از این رو برای همراهی با بانوان علی دایی و کریم باقری نیز شلوارهای 16 ساسانه خیش را از موزه دور همی پس گرفته و می‌پوشند. پلیس فضا نیز افزود: میروم بازار تجریش و شمرون، میخرم مانتو دکمه هاش گرون، تا تند نکنم و ران روی و دم نکنی و خوب نپزی و چپ نکنی و من نبینم و هز نکنم و بل نمی کنم. آخه مانتوی باز تو و ساپوت تو و اون تو باز تحریک شده. ببخشید آقا، پاشو بینم این چه خبره. پاشو. به لطف عزیزان زحمتکش و تیم چک و خونسای حرکات موزون، گروهک موزونیستی ناشنوانما که در ماه مبارک رمضان قصد موزون کردن مردم را داشتند، منهدم شدند. رهبر این گروهک که با لباس رکابی تیم یوونتوس در خارج از کشور با نام مستعار میمخه در انظار حاضر می شد، مسئولیت این موازین را این گونه پذیرفت: یک دو سه چهار بالا دو سه عوض، یک دو سه کدوم ما از اینا، 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 ببخشید. تفاوت دولت جدید با دول قبلی در گیرایی است، چنانچه اگر به دولت قبل گیر می دادید خودتان گیر می افتادید، چون گیرتان می آوردند و چنان به گیر و گور جد و آبادتان گیر می دادند که. اما در دولت فعلی آنقدر گیر در گور مردم درگیر شده که گیر بازار قبلی معنا نداشته و سرگرمی مردم گیر دادن به گیرنده، گوینده، شنونده، چرنده، خزنده، حسندنده، بدنده، حسن دیگه نمیخنده، ببنده، ببنده، با این وعز گرونی ریال رفته تو گونی، با این ملت بیکار، با این اوضاع بازار دیگه حالی به آدم میمونه؟ نه والا. احوالی به آدم میمونه؟ نه بلا. دیگه حالی به آدم میمونه؟ نه والا. احوالی به آدم میمونه؟ نه بلا. عزیز نمیری ببخشید. در پی اقدامات اخیر نیروهای گشت دلشاد، نیروی التزامی کشور طی الزامیه‌ای به مردم هشدار داد: زین پس هر خانمی که با ساپورت، آرایش غلیظ، مانتوی بلند، مانتوی کوتاه، روی سفید، روی سیاه، ناخن دراز، چه زشت چه ماه اومد بیرون، هم فلفلی، هم قلقلی، هم مرغ زرد کاکلی، میگیرنش میبرنش کلفتونی. به جرم فحاشی و آبروبری، کشف حجاب و روسری، تحریک آقازاده بالاسری، با لاخ مود فواید و محاسن ژنهای خوب رو میبری. پس خواهرم، یا روسری یا روسری، کدوم یکی رو دوست داری؟ خانم گفتا شیخا، من اون چه گفتی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ تو چنان که می نمایی هستی؟ بعد از آنکه خانم رئیس جمهور کرواسی تمام بازیکنان فرانسه و کرواسی را با شعر بغلی بگیر چیو بگیرم، بازیکنه رو چیکارش کنم، بده بغلم، در فینال جام جهانی به آغوش کشید، عده‌ای از مسئولین متحر ما گفتند: ای پس ما چی؟
این مسئول طی تنبیه سانسورچیان افزود ببینید حتی ابرای اونجا هم بارور شده و باریدند. فیفا گفت این آغوش کاملا خارمادرانه بوده. از این رو مسئول مطهر ما نیز طی نامه‌ای گشاده ترتیب بازی دوستانه با کرواسی را برای آماده سازی بازیکنان، بارور شدن ابرهای ایران و ایجاد روابطی دوستانه و به آغوش گرفتن مسئولینی فاقد پدر و مادر را در دستور کار قرار داد. بیا تو آغوش مادرانه، بیا. میشه رئیس جمهور کرواسی من ببره؟ بله که میبره، چرا نبره؟ ببخشید. در صورت صحت داشتن شایعه داوری ایران و پرتغال توسط فرناندو کولومبو اولین داور زن تاریخ جام جهانی، به به، سازمان سانسور و سیمای کشور گفت در صورت مشاهده انواع کارتون یخچال ساید بای ساید یا حتی کمد دیواری سودزن در وسط زمین تعجب نکنید، اون داوره. همچنین افزود این مسابقه با یک ساعت تاخیر به صورت زنده پخش خواهد شد. فیفا نیز اعلام کرد برخورد بازیکنان با داور در هر صورت حتی شادی بعد از گل جرم بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت. همچنین عده‌ای از خانواده‌های بازیکنان مجرد پرتغال با گل و یک جعبه پرتغال از همکنون پشت درب بسته ورزشگاه تجمع کرده و یک صدا خواندند توپ به طلا بغلدیم داورتون بغلدیم، توپ به طلا بغلدیتون داور بغلدیم، توپ به طلا پرتغال باغ بغلدیم داورتون بغلدیم، توپ به طلا پرتغال باغ بغلدیم داورتون بغلدیم، توپ به طلا ببخشید. در پی ممنوعیت لیسیدن بستنی نیروی عرضه به مجهول و نهی از بستن قیفی به بانوانی که در ملای عام بدین گونه بستنی لیس بزنن تذکر داد. در این راستا در حرکتی ضرب در الیک مربع چندین خانه لیس پارتی نیز منهدم شد. این بستنی ها که از سوی سازمان لیس وگاس آمریکا تهیه و توسط نفتکش های انگلیسی به کشور قاچاق می شد جلوگیری و توقیف شد. رئیس کنترل تحرکات نیز خوردن خیار، موز و هویج را بدین صورت ممنوع اعلام نمود و بادمجان و کدو کلن از سبد خانوار حذف شد. جان الو لیس پارتی داری میاد؟ آره کی هستن؟ همه هستن بیما خاکن ها او شیر میدی؟ بستنی خوردی؟ من گفتم بستنی خوردی؟ آقا دیگه باز هم حماسه ای دیگر، رزمایش قطع اینترنت ملعون با حضور حمید داداش امیر سرگیج پدر ارتباطات بسوزه برگزار شد. گروهان گوشی فنگ سیم اینترنت قیچی زارد، این بار سیم های اینترنت سیگوار جهانی را با رمز www.29.26.ir به مدت 2 ساعت قطع خواهیم کرد تا یک گام دیگر به صدر جدول های کشور های عقب افتاده نزدیک شویم و هچه و خار دشمنان را در چشمشان فرو کنیم و پشت درهای بسته عاشق دل شکسته دا ببخشید جونم براتون بگه ما خیلی خوبیم. پس از این رزمایش، رزمایش های قطع یارانه و قطع اکسیژن نیز برای قوی تر شدن مردم در دستور کار قرار گرفت. الکس ویزا، اخذ ویزای کانادا. روی پیشونی کشور ما نوشته هر کی دختر باشه داغ میشه و برشته. عامل اصلی تمام بلایای طبیعی، غیر طبیعی، هوایی، زمینی، مخصوصا زیرزمینی مشخص شد. دختران، این لاخمر سران، این محرکان متحرک جامعه مشکل عمده کشور ما هستند. از این رو نیروی انتظامی برای مهار ایشان طرحی یا زوج یا چه معنی داره دختر از هر 6 شب بیرون باشه را استارت کرد. در این راستا مبارزه با دختران پاچه برمالیده، لنگ و پاچه بیرون بیده، از بس آرایش کرده، ده آفتاب و مهتاب رو با هم با جزئیات کامل دیده در دستور کار قرار داد و افزود یکی دونه دختر بمون تو خونه دختر گشت میکند تو گونی چون آفبازی کردی دختر. به به، آفتاب و مهتاب با هم هستند. منو ببینش. منو آقا منو بابا بابا بس شلوارت ها داره در میاد شده. در پی ممنوعیت دوچرخ سواری بانوان، ستاد مبارزه با ضعیفه های کشور گفت محبش پریبش غلط کرد، تو شهر با چرخ سفر کرد، هی کارای لبند کرد، به توصیه ایشون فقط باید شوهر کرد، نه که روی دوچرخه ما را خونین جگر کرد. سازمان بای خاک عالم کشور نیز افزود بانوان برای حفظ کیان خانواده باید به جای دوچرخه 3 چرخ سواری کنند.
از این رو به بانوان وام تعویض سه‌چرخه های فرسودهشان بانو نیز داده می شود. دولت نیز به بانوانی که سال یک شکم بزایند و بوی قیمه و قرمه سبزی بدهند با تقدیرنامه گفت: جون مرغ و پسینش و بارون، نبینم به کسی داری تو حسی، بیا بیا قرش بده شمسی، چون که دارم بیماری جنسی، واسه یه شبی داری داد مرسی. وای وای ببخشی در پی درگیری بر سر جایگزینی سروش به جای اپلیکیشن تلگرام، سروش گفت نت رایگان آوردیم تلگرامتون رو بردیم. نت رایگان ارزونیتون تلگرام نمیدیم بهتون. نت رایگان جهاز و وام آوردیم تلگرامتون رو بردیم. همه اینا ارزونیتون تلگرام نمیدیم بهتون. فیلتر نو آوردیم تلگرام را بند آوردیم. یه وقت نگاه کردم دیدم تلگرام دیگه بالا نمیاد. چراغا رو کم کنم. ادمینای کانال سوپر گروپا منو ببخشن، جونم به این پستای آماده پراید 25 دلش ببخشی، تلگرام فیلتر نشد. وای چه آنلاینم من، آخ ببین کانالم و پست آخرم و شیر کردنم و واخ ببخشید. دلیل کم آبی مردم مشخص شد. علت آن لوله کشی نادرست آبهای زیرزمینی به ادارات، شرکتها و ارگانها و همچنین بستر مردم می باشد. بعد از خالی کردن سفره‌های روزمینی، خالی کردن سفره‌های زیرزمینی مردم نیز در دستور کار قرار گرفت. مسئولان آبکی نیلگون همیشه مارس که به زیراب یک دیگر نیز علاقه فراوان دارند، بارور گشته و ژن‌های خوب خیش را راهی دبستان بهارستان کردند. این مسئولان آبکی آنچنان آب در آسیاب مردم ریخته که مردم ایران هر روز آبستن دست گل‌های نوین می‌باشند. مسئول آبندنگر کشور گفت در صورت کم آبی از آبروی خیش مصرف کنید. پاشو بریم. پاشو وقت سونو گرفتم. لگت سن طلا اینجوری نبودم. دلار به سر اذیت کنه. آی آقا دیگه. پس از فیلترینگ تلگرام و پخش مستند شگفت‌انگیز و باورپذیر بدون فیلتر، پاول دروف مدیر عامل اپلیکیشن ملعون، منفور، منحوس، مدفوع و مدفون تلگرام، ضمن پشیمانی از کرده خیش، مسئولیت تمام اتفاقات ناهنجار تاریخ، اعم از انقراض دایناسورها، کشته شدن هابیل، وسوسه آدم و حوا برای چیدن سیب، پاره شدن پیراهن یوسف از پشت، گم شدن مادر حاج زنبور عسل، بمباران هیروشیما، شکست بویا از چوسان قدیم، افزایش قیمت دلار، فرو ریختن پلاسکو، معدن یورت، انفجار سانچی، برخورد با دنا، مرگ عباس کیارستمی، سوراخ شدن لایه اوزون، فرار سعید مرتضوی، اختلاس بیکاری، طلاق و تورم در کشور را بر عهده گرفت. اینا هم حسرت بخونه. یا ابوالفضل ببخشید. یا متقلب الفیلتر التلگرام، یا متحول الحبل کار و بار، یا مدبر الشغل والکار، یا منکسل الکسب والبازار، یا مزید القیمت ارز و دلار، اول سال ما احزدن دهال ما. تلگرام اپلیکیشن خوشنام فیلتر شد. می شود. آقا تعطیله. آقا باشیم بریم تحت. فیلتر شد. تعطیله. شد؟ آره. شد؟ خاموش رو بریم. خاموش رو بریم. بیکار شدیم؟ آره. بریم. این خانومه؟ اونم شد. باشو. باشو. آقا حرکت. من... خانم پاش. خانم میشه چیم. من نیام؟ چرا؟ ها نه نیام.